یک فعال عربستانی آمریکایی در عربستان به 16 سال حبس محکوم شد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد که دولت عربستان سعودی سعد ابراهیم المازی، شهروند عربستانی دارای تابعیت آمریکا را به دلیل انتشار توییت هایی در انتقاد از طبقه حاکم در عربستان در زمان اقامتش در آمریکا به 16 سال حبس محکوم کرده است. یافته‌های پروژه تحقیقی افغان وینترز شاهد افغان که گزارشش روز سه‌شنبه 26 مهر ماه منتشر شد، حاکی از آن است که طالبان ماه گذشته در ولایت پنجشیر 27 تن را اسیر کردند و سپس به ضرب گلوله کشتند. در همین راستا خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد سنی‌های تندروی طالبان به مدت 20 ثانیه به این اشخاص تیراندازی می کنند و فریاد شادی سر می دهند. نشریه اکونومیست در گزارشی درباره کنگره 5 ساله حزب کمونیست چین نوشته که این کنگره که کنترل شی رئیس جمهور این کشور را بر فضای سیاسی حزب و کشور بیشتر خواهد کرد، می تواند در نهایت به نوعی کنترل همگانی وسواسی ختم شود که فرجام آن ضعیفتر اما خطرناکتر از جمهوری خلق چین خواهد بود. گفتنیست دوران حکومتداری شی در چین شاهد وخیمتر شدن وضعیت مسلمانان اویغور در غرب این کشور بوده است. منابع رسانه‌ای محلی از سفر 120 مسلمان آمریکایی به شهر مقدس قم و حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خبر دادند. گفته می شود این 120 شهروند آمریکا از فرهیختگان و نخبگان مرد و زن از ایالات متحده آمریکا هستند و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با زندگی نامه آن حضرت آشنا شدند. حامیان طالبان در توییتر با هدف تمجید از جنگجویانی که حملات انتحاری در افغانستان انجام دادند در حال ترند کردن هشتگ فداییان هستند. به دنبال راه اندازی این کارزار شماری از کاربران در واکنشی هشتگ طالبان را تحریم کنید راه انداختند. گروهی از افسران وزارت کشور و دفاع عراق از جمله سرلشکر علی الربعی و سرلشکر عباس الغریری از مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمى شیرازی در شهر نجف اشرف بازدید کردند. میهمانان این مرکز طی نشستی با مسئولان این مجموعه موضوع آینده داعش در عراق و برخی دیگر از مسائل مربوط به این کشور را بررسی کردند.